سلام به فصل جدید بسیار خوش اومدید ما در این فصل به پیش پردازش داده ها می پردازیم و راجع به این صحبت می کنیم که چگونه داده های خودمون رو متناسب برای ورود به یک مدلی که بتواند توسط اون معاملات الگوریتمی انجام شود چه مدلی مدل یادگیری امن پس ما توی این فصل میخوایم راجع به آماده سازی داده ها صحبت بکنیم گفتم یادگیری عمیق شاید سوال بشه که چرا هنوز راجع به یادگیری عمیق صحبت نکردیم چون هنوز زمانش نرسیده من ابتدا طراحی برای این دوره این بود مستقیم وارد پایتون میشیم مقدمات پایتون رو میگیم محیط پایتونی رو آماده میکنیم محیط های مجازی خودمون مثل تنسرفلو تنسرفلو جی پی رو میسازیم و زمانی که پیش پردازش و عملیات های مختلفمون تموم شد و خواستیم وارد یادگیری عمیق بشیم از اونجا من تئوری یادگیری عمیق رو شروع میکنم تئوری رو بهتون میگم کد نویسی میکنیم تئوری رو بهتون میگم کد نویسی میکنیم این روند ما خواهد بود و ما این کار رو انجام دادیم که شما بهتر مطالب رو تفهیم بشید برای شروع کار من از داده های یهو فایننس استفاده میکنم چون میخوام داده ارزی از اون کتابخونه دریافت بکنم اما بهتون یاد میدم که چطوره بیاید داده های بورس تهران رو هم دریافت بکنید خب کتابخانه مورد نیازم رو فراخوانی میکنم ما یک فایل CSV اینجا گذاشتیم که میایم با استفاده از دستور پانداس این فایل CSV که داده های قیمتی روزانه یورو یو رو در اون خودش داره رو فراخوانی میکنیم شما اینجا مشاهده میکنید هایی به صورت نامرتب، نامنظم و ایندکس های خراب درون این فایل سیاسی وجود داره هر وقت به این مشکلات بر بخورید شما کافیه که دیلیمیتر رو براش اضافه بکنید اینجا رو میبینید با یک اسلش های تی اینها از همدیگه جدا شدن کافیه که من اینجا بیام بگم که دیلیمیتر اسلش تی رو به این پانداس ریت سی اضافه بکنم و اینجا شما مشاهده میکنید که اینجا ستونهاش رو برای من جدا میکنه و البته خب هر ستون هم نام های نامناسبی داره دیگه ها من اینجوری نامگذاری گذاری نمی کنم دیگه پس میام یک فانکشنی میسازم میگم که آقا یک فانکشنی به اسم پری پروسسینگ بساز که بیاد اون نام رو برای من بگیره و تمام این عملیات ها رو به ترتیب برای من انجام بده یعنی من میخوام این تیبل رو تمیز و مرتبش بکنم یعنی بهش میگم این فایل CSV رو بخون بیا برای من تمامی سطرها رو به علاوه تمامی ستونها به جز دو ستون آخر بگیر زمانی که من توی آیلوک یه دو نقطه میذارم و بعدش یه و میذارم و بعدش یه دو نقطه دیگه میذارم یعنی دارم بهش میگم که از ستون مثلا اول تا ستون رو بگیر عدد منفی توی پایتون از آخر شروع میشه یعنی اگر من اینجا اینو منفی یک بذارم یعنی ستون آخر منفی دو ستون یکی مونده به آخر منفی سه ستون دو تا مونده به آخر پس متوجه شدید من میخوام این دو ستون آخر رو حذفش بکنم پس میگم که بیا برای من دیتا فریم جدیدم رو بگیر فقط این دوتا رو توش حذف بکن اسم ستون ها رو هم عوض میکنم دیگه میذارم مثلا اوپن های لو کلوز و امثال اینها و نام ایندکس های خودم رو هم توی این جدول میذارم دیت خودم و این رو روی می میکنم این فانکشن رو حالا این فانکشن رو میام بهش نام این فایل CSV رو بهش میدم و شما مشاهده میکنید که یک دیتا فریم تمیزی ما داریم خب شما شاید این رو من برای این برای شما گذاشتم که شاید خیلی یادتون داده هایی که میخواید کار بکنید فایل CSV باشه چرا فایل CSV؟ شاید شما دارید داده های بورس تهران رو از یک سایتی دانلود میکنید و شما API آی ندارید که بیاید داده ها رو به صورت لایو دریافت بکنید API آی ها مشکل داره پس رفتید یه فایل CSV خریدی دانلود کردید حالا هرچی باید این گونه تمیز بکنید من یعنی روش تمیز کردن رو باید تو یاد دادم حالا من میام همین داده ها رو میتونم از یاو فایننس دریافت کنم بهش بگم که آقا بیا داده های یاو فایننس رو مثلا از استارت 20 20 مثلا صفر یک سف یک البته این رو من باید حالا توی کتش یه... مارک بزنم که حالا میزنم end اند مساوی مثلا تا 20 حالا اول 20 23 رو بقیه شو نمیخواد صفر یک صفر یک نو غیر این دوتا دادا رو بیا برای من توی این حالت دانلود بکن برای من و شما مشاهده میکنید که دارای یورو یو اس رو از سال 2020 تا 2022 برای ما این کتابخانه دانلود میکنه فقط یادتون باشه من اینجا گفتم ایمپورت وای فایننس از وای اف یعنی اسم این وای فایننس و از این بعد برای من وای اف بذار واسه همین گفتم وای اف یک فانکشن دانلود هم بهش در اونش قرار داره که ازش واسه دانلود دیتا ها استفاده کردم که اینجا خب میبینید داده ها مرتبه البته یک سری مشکلات داره که من یک تابعی میسازم که شما هر نمادی رو که از این به بعد میخواید از این کتابخانه یاهو فایننس دانلود بخونید رو با این تابه به صورت ثابت مرتبش بکنید یعنی این تابه برای همه شما ها کاربرد داره میگم که بیاد نامهاش رو این اسم هایی که توی این لیست هست قرار بده یعنی بیاد ستون هاش رو اینگونه عوض بکن ایندکس نیم رو تایم بذار و برای من ستون مثلا ادجاست کلوز رو دلیت بکن و میگم که بیا برای من چون ستون ادجاست کلوز در ارزها معنایی نداره دیگه چون سهام نیستش که ما افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه داشته باشیم که اجاست کلوز اون قیمتی هستش که به صورت تعدیل شده به من ما داده میشه پس ما نمیخوایمش مثلا واسه یک رمز است ولی اگر مثلا شما دارید اینجا داده های گوگل رو دریافت میکنید شما باید این ستون اجاست کلوز رو حذف نکنید یعنی این ستون رو شما بهش نیاز دارید بسیار خوب من این تابع رو تعریفش تعریفش میکنم و همینجا اجراش میکنم میگم که بیا برای من این تابع رو اجرا کن برای سهام یورو یو استی و اجازه بدید من برایش مثلا یک استارتی هم مشخص بکنم دیگه مثلا بگم استارت مساویه حالا یه استارت بهش بدم یک اندی هم به عنوان ورودی بهش بدم این به نظر من بهتره من میگم حالا استارت مساوی استارت باشه و اند مساوی اند باشه Okay. و من حالا این تابعه رو که ساختم میام بهش استارت میدم میگم استارت مساویه این البته جزو فانکشن من نیست من این دارم فانکشن رو تست میکنم به جز اینجا بیارمش استارت همین چیزی که این بالاتر بهش دادم این رو اجراش میکنیم و البته میگه این فانکشن رو تعریف نکردی درست میگه من این کد رو باید اجرا میکردم قبلش چون اینجا اجراش نکردم اجراش میکنم مجدد شما مشاهده میکنید که داده ها رو به صورت مرتب شده برای ما دریافت میکنه مرتب منظم اجاسکلوز کلوز رو حذف کرده نام ستون ها رو اینگونه تغییر داده و همون چیزی که ما دلمون میخواستش این شد دریافت داده ها از یاهو فایننس حالا من داده های بورس اوراق بهادار تهران رو هم بهتون یاد میدم چجوری دریافت بکنید شما کتابخانه فینپای تی اس ای رو نصب بکنید روی سیستمتون این کتابخانه رو فراخوانیش بکنید این فیلم پای TSE ای یک دستوری داره به نام Get Price History مثلا من میگم قیمت سهام شبنده رو مثلا تو یکی یکی 402 میخوام حالا 400 فرقی نه سفر. میگم که تا این سهام تا این رنج قیمتی من داده های شبندر رو میخوام با استفاده از این فانکشن Get Price History منم به دست بیار بهش میگم که بیا Adjust Price رو True قرار بده یعنی این میاد داده های تعدیل شده رو هم برای من میاره اگر فالسش بکنم داده تعدیل شده رو برای من نمیاره بهش میگم روزهای هفته رو نمایش بده تاریخ رو به صورت میلادی و شمسی قرار بده حتما و یه ایگنور دیتی اینجا داره این ایگنور دیت رو اگه من ترو بذارم این دو تا بازه ای که من بهش دادم رو نادیده میگیره و میاد از اون ابتدایی که داده های شبندر وجود داره رو شما دانلود میکنه ولی اگر من این رو فالس بذارم میاد برای من فقط این بازه که من بهش دادم رو دانلود میکنه این رو اجراش میکنیم و شما مشاهده میکنید از تاریخ یک یک که من بهش گفتم تا 28 هزار یعنی تا سال 402 رو برای من داده های شبندر رو دانلود کرد که 868 سطر ما داده شبندری داریم که شما مشاهده میکنید روزهای هفته و اجاز کلوز ها اجاز اوپن ها های کلوز فاینال ها و توی بازار سهام خودمون اتفاقا ما به این ستون های اجازت ها نیاز داریم ها حواستون باش حالا من میخوام داده های این جدول رو مرتب بکنم چیکار میکنم میگم که آقا یه دراپ لیستی برای خودم میسازم ستون هایی که به دردم نمیخوره رو اسمشون رو اینجا میارم مثلا ببینید من ستون اوپن های لو کلوز و اینها رو نمیخوام اینجا اسمشون رو میذارم اینجا بعد میگم که آقا بیا توی این دیتا فریم من دراپ بکن حذف بکن میگه کدوم ستون ها تا حذف بکنم میگم ستون دراپ لیست اینی که توی این لیست هست اسم این ستون ها رو قرار دادم بیا حذفشون بکن میگه توی سطر ها هست این اسم ها یا توی ستون من میگم توی ستون های من هست و میگم این پلیسش رو ترو بکن یعنی حتما ذخیره بکن این تغییراتی رو که من دارم اعمال میکنم اگر این رو من فالس بکنم این دیگه ذخیره نمیکنه این تغییرات رو یعنی مجدد اگه به دیتا فریم دی اف برگردیم همین دیتا فریم میمونه پس من ترو میکنم که این برای من ذخیره بشه بعد میام این ادجاست اوپن های و های و لو کلوز و این هایی که شما میبینید رو تغییر نام میدم دیگه لازم نیست پشتش ادجاست نوشته بشه و اسم ستون ها رو توی این دیکشنری میذارم و میون با استفاده متد رینیم اسم تک تک ستون ها رو عوض میکنم اجراش میکنم و حالا شما اگر دی اف بالایی که من توسط این کد درستش کردم رو ببینید میبینید یک دیتا فریم بسیار مرتبی هستش که اوپن های لو کلوز و فاینال یا قیمت نهایی رو همه رو به تفکیک برای نوب صورت مرتب اجاز شده قرار داده توش بسیار خوب امیدواریم که از این جلسه لذت برده باشید ما داده رو بهتون یاد دادیم که چطوری دریافت بکنید حالا جلسات بعد مقرره که اینها رو روشون تغییراتی اعمال کنید تا جلسه دیگر بدرود